درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همکنون با برنامه دلگرمی مهمون خونه های شما هستیم. ارزش تو کجاست؟ ارزشات توی زندگی تو چه چیزایی خلاصه میشه؟ اصلاً چه چیزایی توی زندگیت ارزش به حساب میاد؟ آیا این ارزش ها انقدر محکم و استوار هست که بشه بهش تکیه کرد؟ یا مثل توده ای از شنه که وقتی بهش تکیه کنی میفتی؟ با برنامه امروز دلگرمی همراه باشید تا قدری در مورد مبحث ارزش ها صحبت کنیم. درود فراوان بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه دلگرمی خوش اومدین. برنامه‌ای که هدفش بخشیدن امید و دلگرمی به قلب‌های شما خوبانه. خب یه بار دیگه میخوام تشویقتون کنم به این فکر کنید که ارزش‌های زندگی برای شما تو چی خلاصه میشه. یه سری ارزش‌ها هستن که به زندگی ما معنا می‌بخشن و ما رو تو مسیر خوشبختی قرار میدن. ارزش‌هایی مثل محبت کردن دیگران، احترام گذاشتن به جای چشم و همچشمی و حسادت، داشتن صداقت و سخاوت به جای طمع و ناراستی و خیلی اصول زیبای دیگه. کسایی که این اصول رو توی زندگیشون به کار میبرن معمولاً افراد شاد و آرومی هستن. این شادی و آرامش و ارزش‌های دنیوی رو چیزایی مثل ثروت، قدرت، لذت آنی، شهوت، شهرت نمیتونه به ارمغان بیاره. اونا نمیتونن به زندگی ما شادی ببخشن، نمیتونن به ما آرامش ببخشن. امروز میخوام به زندگی یه زن و شوهر تو کتاب مقدس نگاه بندازیم که ارزش‌هاشون بر پایه درستی بنا نشده بود. اون زن و شوهر لوط و همسرش هستن. لوط برادرزاده یتیم ابراهیم بود که بعد از مرگ پدر بزرگش در حران تحت مراقبت و سرپرستی عموی خودش ابراهیم قرار گرفت. تو کتاب پیدایش باب 14 داستان زندگی لوط رو نوشته که خودتون میتونید با جزئیاتون رو بخونید. فقط همینقدر بگم که وقتی دارایی و مایملک ابراهیم و لوط زیاد شد، دیگه چراگاه‌ها برای گاو و گوسفندای اونا کافی نبود. بعد از مدتی چوپاناشون به خاطر چراگاه‌ها با هم دعوا می‌کردن. خب اگه مدتی به این شکل می‌گذشت، به احتمال زیاد این دعوا و تلخی به رابطه ابراهیم و لوط هم کشیده می‌شد و طبیعتاً روی روابط اونا تأثیر می‌ذاشت. پس اونا تصمیم گرفتن که از همدیگه جدا بشن. اما خب قبل از جدا شدن باید به توافق می رسیدن که هر کدوم به کدوم سمت برن و کدوم چراگاه رو انتخاب کنن. با توجه به فرهنگ اون زمان همیشه حق انتخاب با بزرگتر بود. پس قاعدتاً ابراهیم باید سمت خودش رو انتخاب می کرد. اما اون با محبت و سخاوت این حق رو به برادرزاده خودش می ده. خب این نشون میده که ارزش‌های ابراهیم تو مادیات خلاصه نمیشد. برای اون محبت و فداکاری نسبت به خانواده‌اش مهمتر از منفعت مالی بود. اما لوط، اون اول دره سرسبز وادی اردن رو انتخاب میکنه و بعد به سمت صدوم روانه میشه، یعنی مرکز شرارت. خب از تصمیم لوط میتونیم به این شناخت برسیم که اون به امتیازات مادی تمایل زیادی داشت و تصمیماتش هم بر همین پایه بود. اون خطر روحانی همنشینی با مردم شرور صدوم رو نادیده گرفت، چون براش علوفه گوسفندان مهمتر از مشارکت با خدا و داشتن وجدان راحت بود. پس با این شناخت میتونیم با خانواده لوط بیشتر آشنا بشیم. احتمالاً همسرش هم شخصیتی مثل شوهرش داشته، یعنی وابسته بودن به مسائل مادی و دنیوی که نتیجه‌شو توی داستان می‌بینیم.
خب گفتم که اونا تو شهر صدوم ساکن شدن. شهرهای صدوم و عموره تو کتاب مقدس سمبل شرارت و گناهه. در کتاب پیدایش باب 18 فرشته خداوند به ابراهیم میگه فریاد علیه ظلم مردم صدوم و عموره بلند شده است و گناهان ایشان بسیار گشته است. پس به پایین میروم تا به فریادی که به گوش من رسیده است رسیدگی کنم. خب اگه بخوام در مورد شهر صدوم براتون توضیح بدم، باید بگم که صدوم و عموره چنان فاسد و بیبندوبار بودن که بوی تعفنشون به آسمون می رسید. تو این شهرها شرارت بیش از حد بود و فساد جنسی و همجنسگرایی توی اونجا بیداد می کرد. محل این دو شهر در منتهی الیه شمالی یا جنوبی دریای مرده بوده. بعضی از باستانشناسا معتقدند که بعد از نابودی صدوم و عموره تغییرات طبیعی توی این قسمت صورت گرفته و احتمالاً این دو شهر در زیر دریای مرده مدفون شدن. همونطور که گفتم خدا به شدت از مردم این دو شهر عصبانی بود. اونا اونقدر فاسد و منحرف شده بودند که وقتی فرشتگان خدا به صورت دو مرد وارد این شهر شدن، خواستن به زور به اونا تجاوز کنن. اما فقط همین نبود. حزقیال باب 16 آیه 49 و 50 میگه گناه خواهرت صدوم و دخترانش این بود که از فراوانی نعمت و آسایش و امنیت مغرور شده بودند و هیچ کس به فکر فقرا و مستمندان نبود. آنها با کمال گستاخی در حضور من مرتکب اعمال زشت و بت‌پرستی می شدند. بنابراین من نیز ایشان را از میان بردم. همچنین در کتاب یهودا آیه 7 می گه در ضمن شهرهای صدوم و عموره را نیز به یاد داشته باشید. اهالی آنجا و شهرهای مجاور به انواع شهوات و انحرافات جنسی آلوده بودند. خب حالا تصور کنید مگه میشه زندگی تو همچین شهری اونم به مدت طولانی تأثیری روی شخص نذاره؟ البته منظورم این نیست که اونا به این گناه آلوده شدن. شاید اونا آلوده نشدن، اما مطمئنن که روی روان اونا خیلی تأثیر بدی گذاشته بود. به نظر میرسه اونا از زندگی توی این شهر چندان ناراضی نبودن و تو کلام خدا هم جایی نوشته نشده که اونا اقدامی برای ترک اون شهر کرده باشن. پس میشه گفت اونا به اون محیط خو گرفته بودن. وقتی که خدا تصمیم گرفت که این شهر رو نابود کنه، ابراهیم نزد خدا شفاعت میکنه و عاقبت خدا تصمیم به رهایی خانواده لوط از نابودی میگیره و دو تا فرشته برای بیرون آوردن لوط و خانواده‌اش راهی صدوم میشن. اما شرارت ساکنین شهر به حدی که در تلاشن تا فرشتگان رو مورد تجاوز جنسی قرار بدن. به هر ترتیب لوط و خانواده‌اش قبل از خرابی شهر توسط فرشتگان بیرون آورده شدن. فرشتگان به خانواده لوط میگن باید فوراً شهر رو ترک کنیم. بدون اینکه به عقب نگاه کنیم باید به سمت کوه فرار کنیم. اما متاسفانه زن لوط به فرمان فرشته خدا اهمیت نمیده و موقعی که شهر با آتیش به نابودی کشیده میشد اون به عقب برگشت و نگاه کرد و همون لحظه تبدیل به ستونی از نمک شد. نگاه زن لوط به عقب حاکی از این بود که هنوز نگران شهر و محلی بود که توش زندگی میکرد. انگار اون هنوز وابسته اون محیط بود و همین باعث شد که به عقب برگرده. خب متاسفانه ما اطلاعات زیادی از این زن نداریم. اما وقتی به هشدار عیسی مسیح و اشاره اون به زن لوط رو میبینیم، اون از نمونه های منفی شخصیت های کتاب مقدس هست. مسیح اسم زن لوط رو تو چارچوب اشاره به بازگشتش اعلام میکنه و عمل این زن رو به آیاتی مربوط میکنه که خیلی بنیادی و تعیین کننده سرنوشت هر انسانیه. انجیل لوقا باب 17 آیات 28 تا 33 میفرماید
در زمان لوط نیز چنین بود. مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت بودند. اما روزی که لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک کرد. روز ظهور پسر انسان نیز به همین گونه خواهد بود. زن لوط را به یاد دارید. هر که بخواهد جان خیش را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. و هر که جان خیش را از دست بدهد، آن را محفوظ خواهد داشت. همه ما باید طوری زندگی کنیم که موقع بازگشت مسیح شرمنده نباشیم. چه غم‌انگیز داستان زندگی افرادی که خودشونو ایماندار میدونن ولی هنوز اولویت‌هاشون، ارزش‌هاشون و قلبشون به دنیا و متعلقاتش وابسته است. کسانی که مثل زن لوط پاهاشون از دنیا و قلمرو شیطان بیرون اومده ولی انگار قلبشون هنوز اونجاست. باشه که همه ما دل از دنیا بشوریم و ارزش هامونو در جای درستی بنا کنیم. خدای قادر مطلق، پدر آسمانی، تو رو شکر می کنیم، تو رو می پرستیم. مرسی برای حضور شیرین تک خدای زنده. خداوندا، ما رو ببخش برای لحظه هایی که ارزش هامونو، امیدمونو، تکیمونو بر چیزهای مادی گذاشتیم. ببخش اگر به دنبال شهرت بودیم ای خداوندا، بدون اینکه تو رو در راهامون در نظر داشته باشیم. ما رو ببخش برای لحظه هایی که اسم تو رو خوندیم ولی خلاف فرمان تو عمل کردیم. امروز با قوت دعا می کنیم ای خداوندا و با تو پیمان می بندیم. می خواهیم که امروز ارزش های ما بر تو پای ریزی بشه ای خداوندا. می خواهیم که تو این ارزش های درست رو در ما شکل بدی و بنیان گذاری کنی. در این مسیر قوت تو رو می طلبیم ای خدای زنده. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. باشه که ارزش‌های ما همواره بر چیزهای استوار باشه که ستودنی و درخور ستایشه، مثل محبت، شفقت، گرفتن دست نیازمند، بخشیدن شادی به قلب دیگران. باشه که گنج خودمونو در آسمان بیاندوزیم، نه بر زمین که دزد اونو به تاراج ببره. امروز خوب به این فکر کنید که ارزش‌های شما چه چیزهایی هستند. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه برکت گرفته باشید. تا برنامه آینده، خداوند یار و یاور شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه دلگرمی با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شما میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 و یا از طریق آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت persianworldradio.com برامون ارسال کنید. هم گرداییم همه ایمانداران، از دل سراییم نام خداوند را، زیرا خداوند ما لایق حمد و پرستش است. با هم گرداییم همه ایمانداران، از دل سراییم نام خداوند را، زیرا خداوند ما لایق حمد و پرستش است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است.